با گذشت یک هفته از بیستم ماه صفر هنوز مشایع و تجمعهای اربعینی در نقاط مختلف جهان برپا می شود. از پیاده روی شیعیان در واشنگتن دی سی گرفته تا گرد همایی دوستداران اهل بیت علیهم السلام در لندن و روتردام. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. جانم فدای زینب، جانم فدای زینب. همزمان با سال روز شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، مراسم پیاده روی اربعین در واشنگتن دی سی آمریکا توسط پیروان اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. گرد همایی شیعیان در آمریکا روز یک شنبه برابر با سوم مهر ماه از ساعت 12 ظهر به وقت محلی شروع شد و تا 6 بعد از ظهر ادامه پیدا کرد. عزاداران در واشنگتن دی سی فاصله بین منطقه 2 پونت به طرف پارک لافایت را پیاده رفتند. شهر لندن پایتخت انگلستان نیز شاهد برگزاری بزرگترین اجتماع بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام بود. امسال برای 42 سال راهپیمایی سالانه در شهر لندن که به عنوان بزرگترین اجتماع اسلامی مسلمانان در اروپا شناخته می شود، در روز یک شنبه 3 مهر ماه با حضور جمع کثیری از شیعیان اهل بیت علیهم السلام برگزار گردید. برگزار کنندگان این اجتماع اعلام کردند هدف از برگزاری این اجتماع بزرگ معرفی آرمان امام حسین علیه السلام و جانفشانی های آن حضرت و واقعیت جاودانه مهربانی ایشان با جهان غرب است و تاکید کردند که این اجتماع شاهد مشارکت اقشار مختلف جامعه بود. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة كما تشاهدون هذه الجماهير قد أبت لنصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم وقف في كربلاء وحيدا ينادي ألا من ناصر ينصرنا. هذه الجماهير كلها تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أعزائي، خرجت هذه الجموع الشيعة والمسلمون في لندن، في بريطانيا طبعا عموما، يجتمعون في لندن في كل عام في أربعينية الإمام الحسين ليواسون زينب وأيضا يواسون المشايا الذين يأتون إلى كربلاء. هاكم تشاهدون من الهنود إلى الباكستان إلى العرب إلى الإيرانيين إلى الأفغان، كل الجنسيات حقيقة شاركت لنصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولتبايع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا العزاء أعزائي تأسس منذ حوالي 42 عام، يعني 42 سنة صار لهذا العزاء، كل سنة وفي كل عام يخرج في هذا المكان. أما بالنسبة إلى عز السادة كما تشاهدون، الله يحفظهم السادة والعراقيون مع السادة، هذا صار له من سنة 2015، يعني صار له تقريبا 7 سنين هذا العزاء قائم، وفي كل سنة يخرج السادة ومعهم العراقيون وغير العراقيين طبعا يشاركون في هذا العزاء. هذه الجماهير كما تشاهدونها، والحمد لله، خرجت جميعا لنصرة الحسين وكلنا ننادي لبيك يا حسين لبيك.
در این اجتماع اربعینی مردم غذا و نوشیدنی رایگان توزیع کردند. گفتمانهای اربعینی برگزار نمودند و همچنین تعدادی از مداحان اهل بیت علیهم السلام به زبانهای اردو و انگلیسی نوه خانی کردند. شبکه‌های انگلیسی و اردوی امام حسین تیوی هم به صورت مستقیم فعالیت‌های مختلف بزرگترین اجتماع اربعینی حسینی در اروپا را پوشش دادند. جامعه مسلمانان هلند نیز روز یک شنبه سوم مهر ماه 1401 برای هشتمین سال متوالی مراسم مشایع اربعین امام حسین علیه السلام را برگزار کردند. برگزار کنندگان این مشایع به اخبار شیعه گفتند که با یک پیاده روی بی صدا در شهر روتردام غم بزرگ امام حسین علیه السلام را نشان دادیم و تلاش کردیم آرمانها و ارزش‌های آن حضرت را معرفی کنیم. آنها بعد از اقامه نماز ظهر و عصر مراسم پیاده روی اربعین را از منطقه اسخوبروخ بلین آغاز کردند و با پیمودن مسافتی در حدود 4 کیلومتر در مرکز خرید روتردام پیاده روی خود را به پایان رساندند. گفتنی است همه سال میلیون ها زائر از سراسر جهان برای گرامی داشت اربعین امام حسین علیه السلام با پای پیاده به سوی شهر مقدس کربلا می آیند. تجمعی که در تاریخ بی نظیر است و امسال بالغ بر 21 میلیون زائر این زیارت بزرگ را احیا کردند. علی اکبری، اخبار شیعه.